سلام و درود رفقا، حالتون چطوره؟ به چنل خودتون خوش اومدید. سلام به همه اعضای دل خودم، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر روزتون بهتر از دیروز. امروز اومدیم آقا با یه ویدیو، یه تحلیلی که دوتا عزیز قراره به هم دیگه بکنن، یکیشون خبرنگاره یکیشون جامعه شناسه، میان در مورد اتباع افغانستان که داخل ایران هستن کلا موضوع اصلی رو بیان میکنن که ببینیم داستان اصلی از کجا ریشه گرفته، چند میلیون نفر واقعا اتباع داخل ایران داریم، چرا اینقدر نجات پرستی میشه داخل افغانستان. بچه تایم ویدیو خود زیاد هستش، پارت اولش رو تو این ویدیو میذاریم، تا نهایتاً چند ساعت دیگه پارت دومش هم براتون میذاریم، حتما دو تا پارت رو تماشا بکنید. مثل همیشه خیلی عشقید، بریم سراغ ویدیو. کشور ما دچار یک ولشدگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده، یعنی دستگاه‌های نظارتی سر شدن و هیچ نظارتی در جمهوری اسلامی ایران به شیوهی که حرفه‌ای بودن هم نیست. برای همین ما شاهد افزایش جرم و تخلف هستیم. زمانی که یک بازپرسی توی تهران میاد تلگرام رو فیلتر میکنه، این کار غیر قانونیه، کسی که تهران نمیتونه کل کشور رو فیلتر کنه، تلگرام فیلتر. حالا بماند اینکه بازپرس بعد دستگیر شد، بعد فیلتر شکن مطرح میشه و جمهوری اسلامی همه مردم ایران رو مجرم میکنه، چون هم فیلتر شکن میخوان استفاده میکنه. یعنی جرم خیز شدن کشورمون توسط حکومت. بحث انسداد مرزها هستش، بحث مشکلات اقتصادی هستش، بحث اختلاس‌ها و فساد هاست، هیچ نظارت نیست. یعنی من به عنوان روزنامه‌نگاری که 17 سال توی حوزه حقوق قضایی دارم کار میکنم، تو دادگاه ها بودم، نسبت به 15 سال پیش عملا دارم میگم که جرم و تخلفات چندین برابر شده. خب افغانی که در سال 90 جمعیت، چون من حوزم افغان بوده تو این 15 سال، یعنی غیر از حوزه هلال احمر و قضایی و اجتماعی، یکی از تخصصهای حوزه من چه تو خبرگزاریه مهر، روزنامه تابناک، جای مختلف کار کردم، باش که خبرنگار، همیشه با اتباع هم مراوده داشتم، چه با وزارت کشور چه وزارت خارج. یعنی این جرم و جنایتی که این داره صحبت میشون میکنه، یعنی فقط مال اتباع افغان؟ ببین این الان داره میگه کلن هر جرم، اون قسمتی که کار میکرده میگه بیشترین جرم و افغان ها داره میکنن دیگه، یعنی تا این حد داره میگه، مثلا میگه جرم این. اصلا میگم خیلی الان تو این ویدیو خیلی نژاد پرستانه صحبت میکنه درسته. که در مورد چیز باشه. پس همین تنها خبرنگاری بودم که همیشه آمار اتباع رو به روز میکردم. یعنی شما سرچ کنید گوگل، بیشتر اسم من میاد بالا. هیچ کس تو این حوزه تخصص نداشت و دوست نداشت وارد شه. اونم خب به خاطر عقبه من بود که چون با این آدم ها زندگی کردم در جنوب شهر. ما 1,400,000 تا سال 90 افغان داشتیم. الان اینقدر من این رو مطرح کردم که ما 11 میلیون افغان داریم در افغانستان، دیگه آقای وزیر کشور سابق آقای وحیدی مجبور شد بیاد جلوی تلویزیون بگه 5 میلیون. نه رو هوا کیلویی. این میگه 11 میلیون، ولی آخرش هم که چیز شده اومدن مثلا وزیر گفته 5 میلیون. یعنی که مثلا اومده سر و تش رو هم بیاره دیگه. یعنی کیلویی هم گفته. آره دیگه کیلویی. آمار اصلی هم ایشون فقط داره. کیلویی بودنش خیلی مهمه. تو از کجا میگی 5 میلیون؟ هیچ آماری چیه پس کن. آقای کاظمی قومی هم که نماینده ایران در افغانستان، ایشونش آماری نداره. بعد فقط ایشون. چند روز گذشته دوباره میاد مطرح میکنن وزارت کشور و مجلس 7 میلیون. چون 2 میلیون زیاد شد ظرف دیما 2 ماه. بعد سازمان برنامه و بودجه تو مجلس موقع حالا بررسی برنامه هفتم توسعه میاد عدد 8300 اعلام میکنه. یعنی تو هر سری اضافه میشه، میفهمی؟ هر سری داره اضافه میکنه، درسته، ولی این آماری که این میگه 11 میلیون از کجا آورده؟ اونا چطوری در آوردن؟ اونا چجوری در آوردن؟ خب اونا چطوری بدون سرشماری، بدون اثر انگشت، هیچ کاری نکردن، همینجوری هی بردن بالا؟ دل بخوایی؟ این اولش آمار از کجا در آوردن؟ این واسه من خیلی جالب شد. خیلی مجلس دیمی داری؟ اون موقع که سال 90 من در افغان ها کار میکردم، از این 1,500,000 افغان 800,000ش پناهنده بود که نوکرشون هم هست، پناهنده هم دیگه، مشخص جا و زندگی شما. بقیه آدمایی بودن که میومدن و میرفتن. چرا یک مرتبه بلایی سر ما میاد که این افغان ها
5 برابر 6 برابر 7 برابر اضافه میشه. یکیش به خاطر جرم خیز شدن کشورمون هست. آقا دیدن که هرکی دیده مردم که بازم میاد. یه بار آقای کاظمی قائمی گفت تو این هرکی بودنه که ما خیلی وقت میدونستیم ایران هرکی برکی. خودتون چیز میکردید، کسی یه کاری نمیکرد، خودتون در مرزاتون باز بوده، هرکی هر طرفی میواده ایران. چند وقت یه بار یه سرصدایی از هر جایی که بلند شد، حالا چه خود مردم ایران باشه، چه مال اسرائیل باشه، چه مال این طرف باشه، یه رئیس جمهوری یکی می اومد یه چهار کلمه حرف میزد و دوباره بسته بندیش میکردن میذاشتن. خودم مگه مکزیک و آمریکا موفق شدن به دیوارشون؟ بعد اصلا افغان از مرز افغانستان عبور نمیکنه، اینا داخل کانال های آب وارد میشن که من پیروز با دو تاشون که تازه وارد ایران شده بودن مصاحبه کردم، بهش گفتم که کی وارد شدی؟ گفت دیشب. چقدر پول دادی؟ گفت 15 میلیون تومان. گفتم نرخ قبلا 5 تومان بود، گران شد. بعد گفتم که نرخ بالاتر، گفت اگه میخوای از اون اولش با ماشین بیای 25 میلیون تومان. الان نرخ قاچاق انسان همینه، 15 میلیون تا 25 میلیون. میان از هم رودخانه هیرمن، از سایر رودخانه ها کانالایی دارن، به قول اون بنده خدا که وارد شده بود یک فیلمش هم داره، میگم یک کرکره ای از دکمه میذارن میره بالا بلوچ اینور، از بلوچ اونور تحویل میگیره، سوار پشت ماشین و اینور میان وارد. و جالبه مستقیما میان تهران. ما الان یه سوال واسم پیش اومد، الان همین آماری که داره اینجا میده، مثلا میگه مثلا تو کرکره میده بالا، یعنی نمیتونن اونجا رو برن نیرو بذارن، نمیتونن پیگیری بکنن اونجا رو چیز بکنن؟ مشکل اینجا هست که اینی که پشت این وره کرکره نشسته جیب جناب عالیه، جیب جناب عالیه دیگه، این جیبا رو دارن پر میکنن دیگه. بعد از کهریزک و شوراباد داخل سوله‌ها هست اونجا توزیع میشن، این چیزایی که دیدم و خود اطلاعاتم در جریان هست. چرا وارد ایران دارن میشن؟ شما زمانی که فردا شما خودتون برید توی جایی که افغانی ها صبح ها وای میستن، میگه افغانی چون اصطلاح افغان حالا درسته، برای کار میستن، سه تا کپه هستن. یه کپه افغان های قدیمی 20 سال پیش، پیرمردایی هستن که یه عمر با ما زندگی کردن، همیشه احترام ما رو داشتن، نون نمک رو میفهمیدن چیه، به ناموس همون چشم چپ نداشتن و ما واقعا بهش احترام داشتیم. یه قسمت افغان هایی هستن که نسل جدیدمون هستن که تو ایران به دنیا اومدن، یه عده افغان های پشتون طالبان هستن که با لباسه چرک، ریشای اصلاح نشده، حموم نرفته، وایسادن اینجوری که کنار خیابون کار بگیرن و کارم نمیرن. این بر من مهمه، سرکار نمیرن چون پول دارن. و از وزارت اطلاعات سوال کردم، از به وزیر کشور گفتم آقا اینا پول از کجا میارن با دلار وارد ایران میشن، برنامه‌شون چیه؟ این چیزی که من دنبالش هستم این موضوع. نکته آخر این هستش که بهتره بهشون بگیم دنبال برنامه نگرده دقیقا، چون اینقدر پول دادن به بالادستی ها که اونم خیالش راحته که کسی به کسی کار نداره، میگه من وصلم به فلان کس. خب من خیلی جالبه خیلی راحت این که الان داره میگه مثلا اینا پول از کجا میارن، خب خودتون دارید داره پوششون رو بستید دیگه، اگه بهش طرف مشکوکی پس چجوری مثلا کار نمیکنه؟ ولی خیلی دوست دارم این آره خیلی خودشو داره نگر میداره، خیلی خودشو نگر داشته میشن که از اول دولت آقای رئیسی شروع شد که مرزها بی در پیکر شد وارد شدن. علتش به خاطر این هستش که افغان اینجا با 10 میلیون 15 میلیون کار میکنه، 2 میلیون برای خودش برمیده، بقیه میفرسته به اهل عیال خودش تو افغانستان. افغانستان کار نیست، اینجا برایشون کار هست. این برای گروهی هست که واسه کار میان، یه گروه دیگه میان فقط برای تجاوز و سرقت. که هر روز هم داریم خبرهاش و فیلمهاش رو میبینیم. یعنی ببین چجوری ده تصمیم، یه عده میان فقط برای کار، یه عده میان فقط برای تجاوز. اصلا من که داریم اصلا اینجوری صحبت داره میکنه، من نمیدونم واقعا سردن نمیارم. اصلا این آمار و چرتوپرتو رو از کجاش در میاره؟ اصلا در فرض مثال همچین چیزی هم باشه، پس ببین اینقدر ایران همه جا پخش شده که هر جا مرجه، هیشکی به هیشکیه که بلند میشه به خودش اجازه میده میاده هم به گفته خودت همچین حرکتی رو بخواد بزنه. پس بدون که اون مسئولای ما کجا هستن که به دخترای ما یا به خانمای ما بخوان تجاوز بکنن، اصلا نمیارن برای خود شاخشون واسه ایرانی هم میکشن.
این گروه هستن. این گروه هم جوانانی هستن که اکثرا مجرد هستن و این اکثر روزنامه نگاری که تحقیق کنه میدونن و بعضا هم دوره های نظامی دیدن توی طالبان، میان ایران یه مقدار سرقت میکنن یا تجاوز میکنن یا هر کاری میخوان بکنن، دور برمیگن دور میان. بعد جالبه میان خودشون جلو پلیس میندازن که بگیرنشون که پلیس با هزینه خودش 3 میلیون تومان بده اینا رد مرز کنه. چرا یارو بعد این همه رو خودش بده؟ خودش میاد لایمت دور برمیگرده. این هر روز اتفاق میفته. اینکه وزیر کشور میاد میگه ما یا رئیس انتظامی 2 میلیون خارج میکنیم، برای من خنده داره چون 4 میلیون وارد خنده داره. تو بگو چقدر میتونی وارد نکنی؟ تو نمیتونی در مرز رو ببندی، با دیوار نمیتونی. 3000 میلیارد تومان هزینه کردی دیوار بکشی، هیچ قابلیت نداره. حالا جدین این دیوارش من میدونی چی شده؟ ببین واقعا آدم هنگ میکنه، واقعا هنگ میکنه. چرا؟ مرز ایران و کشور همسایه مشخصه. خب این دیواری که اومدن خیلی قشنگ صاف، حالا نمیگم حتما خطکش بذارن صافش کنن، مهم اینجا هست که دیوار مرزی رو بین مرز میکشن. خب اینجا اومدن یه دیواری کشیدن، طرحشو دادن کشیدن که نصف خاک ایران رو فرستادن اون طرف. خیلی از کشف مزارعی که کشت کار ایرانی خودشون بوده، خب چند سال زحمت کشیدن حالا کشت کار میکردن، افتاده اون طرف. اومدن براشون یک کاغذ صادر کردن، میرن اونور آبیاری میکنن، برمیگردن دوباره ایران. افغانایی که دارن وارد ایران میشن و غیر قانونی هستن و دوست ندارن جای اسمشون ثبت بشه، کاری به ماجرای آقای مهرجویی و تجاوزاتی به دختران ما میکنن و زنان ایرانی که باردار میکنن و فرار میکنن میرن ندارن. هیچ اثر انگشتی از اونها نیست، هیچ هویتی ندارن و فقط برای جرم وارد ایران میشن. دو حالت داره، هم کینه دارن از ایرانی ها، یه بقی از اونها، نمیگه همه افغان ها، و هم دنبال کسب درآمد هستن چون یه پول ریخته. طرف میاد 15 میلیون تومان یه موتور میخواد، روز 60 میلیون تومان درآمدش، یکی هم بکشه نمیتونه پیگیریش کنه. و دوم این که گروهی از اونها جاسوس هستن. من و هادی کسری زاده دارم به جرئت میگم جاسوس هستن، جاسوس اسرائیل هستن، جاسوس طالبان هستن. میان چیکار میکنن؟ چند نفرشونن؟ شاید 1 میلیون 2 میلیون نفرش. میان چیکار میکنن؟ زمینای اطراف بالایشگاه تهران دست افغان هاست. کل زمینای اطراف حرم امام خمینی دست افغان هاست. کل زمینهای اطراف موشکای S-300 و S-400 در کریزک دست افغان هاست. این کلا داره میچسونش به بمب و اینا دیگه، کلا همه چی میگه زیر نظر اینا. عزیز من باشدم همچین چیزی هم که باشه، دروازه که دولتی که بازم برمیگردی به اون، اون که اشتباه باشه، خرابکاری باشه، خب معلومه هر کشوری به خودش اجازه میده بیاد اینجا. هر کسی میتونه بیاد. اینا میان زمین ها رو کرایه میکنن و اطلاعات جمع میکنن. الان مثلا تو همین یوسف آباد خودمون سینمایی رو گرفتن، حالا این اطلاعات رو نباید بگم، الان هندی هم میشه، بچه های اطلاعات افغانستان بودن، از روی بیکاری اومدن تو ایران دارن کار میکنن، بیکارن دیگه، مثلا اون واسه دولت غرب بوده. آقا طرف مأمور اطلاعاتی بوده، مأمور امنیتی بوده، مأمور نظامی بوده، سرهنگ بوده تو افغانستان، داره رفتگری میکنه. خب این آدم هم اونجا برحض رضا خود رفتگری میکنه، عادت کرده دیگه، اطلاعات میبینه، مردم میبینه، مراودات میبینه. این آدم با چقدر پول میشه بخره؟ با 100 میلیون 200 میلیون 1 میلیارد پول بده اطلاعات بده میده. پس اینا اطلاعات ساماندهی ایران کجاست؟ سپاهی که دائما صحبتشو میکنن کجاست؟ نه این خیلی جالبه، این میگه مثلا اون طرفی که مثلا نظامی بوده بعد اومده اینجا داره رفتگری میکنه، تو بهش پول بدی بده اطلاعاتم میده. خطرناکه. توی حادثه کرمان چه کسی دخیل بود؟ تو شیراز چه کسی دخیل بود؟ افغان ها. اینا تو گروه های تلگرامی شبکه دارن، گروه دارن. وقتی که تو حسن آباد فشاپوری مجوز بدن واسه فوتبال که کلا جمعیتش مثلا 500 تا افغان ما فوتبال بازی کنن، چرا ظرف مدت 1 ساعت 4000 نفر میان بازی میکنن؟ چون شبکه دارن. خب اینا رو کی باید پیگیری کنه؟ وزارت اطلاعات. بله تور پهن کرده داره اینا شناسایی میکنه، اما نمیتونه، چون نمیتونه 11 میلیون نفر رو تور پهن کنه.
اطلاعات ایران ضعیف. 400 دوربین برداشتن افغانی فهمی میگه سرباز اسلحه گذاشته اینجا، میگه آقا برو اونجا امنیتیه. گفتم داداش افغانی داره کاو میکاره، این خارجیه، من التزام عملی به اسلام دارم، به ایران دارم، کارت ملی دارم. این کیه اینجا نشسته؟ اصلا دیدیش؟ نه. همیشه تو گزارشم همینا رو نوشتم که ما سه گروه داریم. یک گروه آدمایی هستن قدیم، افغانای قدیمی که زندگی کردیم باهاشون، اصلا داداش ما هم، ناموسمون رو در اختیارش گذاشتیم رفتیم سفر، باغبون ما، سرایدار ما. حالا برو شما شبکه همین درچه خلیج فارس، تمام برجای 20 طبقه افغان سرایی داره، برو آب سرد که همه آقازاده ها و وزرا و معاون وزیر اونجا ویلا دارن، همه سرایی داره افغان هم. این اتضاد این بخش رو جمع میکنیم که باید برم سراغ دکتر. نکته آخر میخواستم بگم که نه الان میخواد صحبته چیزو بشه. این سه گروه رو خواستم تعریف کنم. گروه اول افغان های بسیار قدیمی که دهه 40 دهه 50 وارد ایران شدن، که برای ما محترمن و همیشه ما احترام گذاشتن و پرچم افغانستان رو تو خونهشون آویزون نکردن، رو پشتمون پهن نکردن، نگفتم بگن تو، و لباسی که ما پوشیدی ما پوشیدن با دشتاشه خودشو، با کلاه خودشو، با فرهنگ خودش تو خیابان ما تردد نکرده، خودشو همرنگ ما کرده. گروه دوم نسل جدیدی هستن که پدر مادر افغان بودن اما اینها تو ایران به دنیا آمدن، اتفاقا اونا بدترین آدمایی هستن که ما قائل ما نیستن. یه چی دیگه بابا، این اصلا کلا رد داده به خدا. یه در که میگه خوبم اوکی، یه دی هم که اینجا به دنیا اومدن میگه اینا کینه ای هستن دیگه، بدتر از همه شدن. اوه کلا رد داده، کینه دارن از ما، چون دیدن که پدر مادرشون واسه این کشور زحمت کشیدن هیچ چیزی گیرشون نیومد. واقعا چون باشون گفته بود اگه منم بودم اونا میگن رنگ ایران ندیدن، اینجوری که بگی دارن میان ایران چپاوا و اشغال. خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر اول بگین که چقدر تاره، یعنی واقعا منم بودم کینه ای که هیچی از کینه رد میشه. راست میگی، ببین فکرشو بکن، پدرش، پدر بزرگش، حالا میگیم رفته تو جبهه جنگ ایران و عراق شهید شده، بعد از این طرف خود بچه هاشون دیگه بزرگ شدن، توی تحصیلاتشون که هیچ مدرکی ندادن، به خودشون که هیچ کاغذی ندادن، اگه ازدواج هم کرده باشن که بازم مدرک هیچی بهشون نمیدی. خب این دیگه از واقعا هم باید کینه داشته باشه. کینه داره دیگه، کینه دارن دیگه. باید چیکار کنه که شما اجازه بدین؟ الان هم که جدیه همه رو دارید میندازید، فرق نمیکنه. حتی که آقای کسایی زاده در مورد مهاجران که این سه دسته که تقسیم بندی کردن دیدگاهشون رو در شما دیدگاهتون رو در مورد این موضوع بگین و باشم به من بگین که این واژه افغان ستیزی که مطرح میشه، حالا کسایی که نمیخوان افغان ها توی ایران باشن، رو فکر میکنید که این استفاده از این واژه چقدر میتونه آسیب زا باشه برای کشور؟ باشه، خب من تقریبا با هیچ کدوم از حرفای استاد همراهی و همدلی ندارم، توضیح هم میدم چرا. اصلا همون به بسم اللهش غلطه، یعنی اصلا نوع مواجهه و نوع روی کردی که ایشون داره به موضوع افغانستانی های ایران از همون اولش غلطه. همون لابلال ممکنه چهار تا فکت و واقعیت و اینجور چیزها هم در صحبت ایشون باشه، ولی چون مبناش غلطه، روی کرد غلطه، چارچوب غلطه، اون فکت ها هم در نهایت روی هواست. یه ذره بیشتر توضیح بدم. ایشون ادعا کرد که 11 میلیون افغانستانی در ایران هست و بعد از اون طرف وزارت کشور آمار نداره، نهادهای رسمی آمار ندارن، این بزرگوار میگه من آمار دارم. تمیشیم دقیقا میگه آمار زد، دقیقا میگه هیچ کی آمار نداره، فقط این آقا آمار داره. کجا آمار داری؟ یکی سر مرز شمرده. 11 میلیون کمترم قبول نمیکنم. خب یه سوال خیلی ساده روشناختی پیش میاد دیگه، خب شما یه آمار از کجا آمار؟ این که ما بحران آمار داریم که حرف درستیه، اینا رو خودشون هم میگن، اینا رو خودشون میزن تو سر خودشون میگن، مسئولین حکومتی که آقا اصلا اول بدبختی های ما و مشکلات ما در حوزه سیاست گذاری اینه که نمیدونیم چقدر آدم میاد چقدر آدم میره، داستانش هم میدونیم دیگه، به هر حال جمعیت بسیار سیالی هن و غیره و غیر. خب این اصلا سوال اول. نکته بعدی اینه که در همین نکته آخر ایشون هم اشاره کرد به اینکه حالا عقده دارن، حالا این کلمه عقده دارن و همین جمع بستن هایی که من اول گفتم باید خیلی مراقب باشیم، نوع سخن گفتن
چون ما جو سخن و زبان اینا که چیزی نداریم، ببین نوعی از حرف زدن دیگه، بعد یا اگه بخوام دقیق‌تر صحبت کنم نوع بازنمایی بسیار مهمه. شما چجوری بازنمایی میکنید، چجوری تصویر میکنید مسئله رو؟ کلمه‌ای که ایشون استفاده میکنن به نظرم همش پر مسئله است که حالا یک به یک تا جایی که وقت و حوصله این گفتگو باشه من بهش اشاره میکنم. در انتها ایشون تصدیق کرد که عقده دارن چون دیدن که افغانستانی اومدن ایران هیچی نشدن فلان بهمان و حالا، یعنی اینو شما پذیرفتی دیگه، یعنی پذیرفتی که افغانستانی جه همون گروه اول که سالهاست در ایران زندگی میکنن و برادر ما خواهر ما نمیدونم از این حرفا. و بازم فازتون جالب بود دیگه، گفته اینا بچه های خوبی هن، مثلا حرف گوش کنن، شبیه ما شدن. یعنی از این سمت ایشون نمیبینه قضیه رو، یعنی موضع برخورد ما با اینها نه، موضع برخورد اونا با ما که آدم های خوبی بودن، مشقاشون خوب بینوشتن، احترام به ما میذاشتن. ببین الان میگیره روش طرفه مشقاشون، راست میگه بابا، واقعا میگه از این موضوع نگاه نمی کنه، فقط میگه اینا مثلا با ما اینجوری برخورد کردن پس اینا بچه های خوبی هم، بقیه شون متجاوز و نمیدونم قاتل و اینا عذاب در اومدن دیگه. نون و نمک میفهمیدن یعنی چی؟ یعنی ببین نوع نگاه رو میخوام بگم، یعنی از این طرف، یعنی شما انتظار داری که طرف بیاد بشینه سر جاش حرف اضافه هم نزنه، ولی خب موضع ایرانی ها رو هم باید صحبت کنیم دیگه، نوع مواجهه که ما باهاشون داشتیم از نهاد دولت و به اصطلاح سازمان های رسمی تا جامعه و مردم عادی و غیره و غیره که اونم داستان بسیار مفصلیه. برای این بذار تکلیم روشن کنیم، یعنی ما چه کنیم؟ کار باهاشون کردیم که اینجوری صداشون در اومده؟ دید خودمونم ببینیم. آره از دیدگاه میگم، بخدایم جامعه شناس دیدگاه همه رو داره میسنجه، میگه یه طرفه جلو. نمیره جلو. دوستمون شما پذیرفتی که این تاریخ حضور افغانستانی ها در ایران، تاریخ عرض به حضور شما که طرد و تعلیق و به حاشیه رانده شدگی و غیر و غیره است، همون روایت خود ایشون هیچی نشدن، یعنی نپذیر. اگه بپذیری که کلی داستان تازه از اینجا باید شروع میشه و اون بحثی که من مطرح کردم که ما باید پرسش بکنیم از اینکه چگونه باید ادغام بشن یا پذیرفته بشن افغانستانی ها در جامعه ما و سیاست های دیگری سازی اجتناب بکنیم. این هم نکته دوم. نکته سوم باز برمیگرد به همون داستان بازنمایی. ببین کل بحثی که دوستمون مطرح کرد تلاش برای ایجاد کردن چیزی که حالا ما تو جامعه شناسی اسمشو میذاریم هراس اخلاقی یا هیولا سازی. از اون طرفش هم البته من خود ساده انگار نیستم که از این حرف بزنم که خب نه ما با مثلا یه امامزاده سرکار داریم یا بهترین آدم‌های دنیا هم افغانستانی هم. این حرف به همون اندازه کلی گویانه و پرت و پلاست که موضع دوست بزرگوارمون که اصلا از همون اول با فاز هیولا کردن و این اصلا میان که تجاوز کنه، اصلا میاد یارو که جاسوسی بکنه. ببین امید یه سری روایت‌های به شدت گزینشی، حالا ممکنه دو نفرم کردن این کار رو که کردن، اصلا حالا باید بتونیم صحبت کنیم راجع به آمار جرم و جنایت، اینکه در هر جمعیتی در هر جامعه‌ای شما حدی از آمار جرم و جنایت دارید. این هم ما میتونیم اسمش رو بذاریم مثلا آمار طبیعی جرم. اصلا یه معمولیه دیگه، هر جای دنیا هستش. بله هست. نمیشه بگی همه مثلا سالمه همه یه دستن یا درسته. چیزه، ولی اون دو نفر اون سه نفر اصلا 20 نفر خطایی که میکنن دیگه به پای بقیه نباید بنویسن. خود موضوع اینجاست که وقتی از یه کشوری به یه کشور دیگه مهاجرت میکنن، حالا چه ایرانی باشه چه حالا الان که صحبت از کشور همسایه است، موضوع اینجاست که همه فرشته ها بلند نمیشن بیان این بر، یا همه اونا که جهنمی هستن فسادگرن همشون بلند نمیشن بیان. خوبت توش خاطیه، ولی بیشتری هاشون بابت کار و اینا اومدن دیگه، بیشتر نشون به خاطر کالا. الان دارن صحبت میکنن آره. دست بر قضا در میان افغانستانی و ایران متوسط جرم و جنایتشون مثلا از قبل اینکه چقدر تو زندان ها ما افغانستانی داریم، میانگین جرم و جنایت افغانستانی ها در ایران از میانگین جرم و جنایت که خود ایرانی ها مرتکب میشن پایین تر. باز به معنی تطهیر سازی نیست دا، باید حواسمون باشه نه سفید شویی باید بکنیم نه این بر هیولا سازی که ایشون افتاد توی این فاز برای که همون هراس اخلاقی رو ایجاد بکنه و بگه چه نشسته اید که اومدن و خوردن و
بردن و فلان و بهمان و این دقیقا دامن خواهد زد که دامن هم زده شده جامعه ای که حالا خودش هم مستاصل جامعه ایران جامعه که کمتر بیشتر مستاصل هزار یه گیر و گرفتاری داره تو موضعی هم هستش که خیلی راحت ممکنه که گرفتار بازی های رسانه ای و چون دوستمون هم اهل رسانه است اهل گرفتار بازی های رسانه ای و مقصریابی و اینجور داستان ها بشه بدبختی گرفتاری هزار یه گیر و گور که حالا قصه شو نمیخوایم تعریف بکنیم دقیقا آره دیگه نه ببین دقیقا داخل کامنت های ما همینجوری هن و ایرانی ها میان حالا میگم نمیگم همشون خب یه دهشون تازه میان میگم آبا میدونیم حق با ایناست یه ده میان میگن نه ما نونمون گرون میشه نمیدونم کار نداریم بچه من 40 سال بیکاره نمیدونم فلان بیسار اینا میگه همه شخصی بچه های افغانستانه در حالی که اصلاً هیچ ربطی به همدیگه ندارن این سازماندهی کشور خودمونه که خراب شده ربطی نداره یعنی اینا چه باشن چه نباشن کشور ما این مدلی هست اونم به خاطر این که درست نچیدن درست سازماندهیش نکردن خیلی جامعه مستعده دیگه که همین را بندازه رو دوشه یکی رو پیدا بکنه یه آدم بی صدایی رو یه قوم و قبیله بی صدایی که خودش هم صدایی که نداره که حالا رجوع اینو با درف بزنیم افغانستانی در این وقت صدایی نداشتن یعنی که خودشون حرف بزنن راجع به خودشون و اگه ما بتونیم روایت اونا رو بشنویم دیگه همش ما داریم راجع به اونا حرف میزنیم راجع به خوبی ها و بدی هاشون و خودشون کجا یه سوال خیلی جدیه خود حالا به قول این مدیریتی ها خود این زینفعان یا زی ضرران که خود افغانستانی ها بشن چقدر دارن تونستن حرف بزنن جواب این بزرگوار رو بدن که بنده نشیدم اینجا جواب بدم یا جواب ندم ببین اینا خیلی نکات تعیین کننده خودشون کجاست که من بشینم جلوی این تازه بیام از اونا بخوام دفاع خودشون بعد از خودشون دفاع بله کنم ولی صداشون در نمیاد نمیذارن در بیاد صداشون ولی بر صورت این حراس اخلاقی که از قبل یه جور سوء بازنمایی در روایت‌های دوستمون بود در نهایت فضا رو فراهم می‌کنه برای اینکه جامعه یا دست کم بخشی از جامعه بیفته تو این حراس بیفته در این نگرانی و بگه هرچی بدبختی داریم مثلا مال افغانستان اگه بیکاری افغانستانی اومدن کار ما رو دزدیدن جرم و جنایت این افغانستانی که اصلا میان با نقشه با استراتژی چون اونجا بیکارن میان که در ایران مثلا به ناموس ما این کلمه خب واقعیت رو داره میگه باز برای به نظر من ایجاد افراطی این حراس اخلاقی به کار برده میشه اصلا میان که به ناموس ما تجبیه این نحوه روایت من بحث در واقع من در نهایتا دارم بحث روش شناسی میکنم با این بزرگوار که نوع روایت نوع قصه ای که شما تعریف میکنی در اینکه مسئله رو چجوری بفهمی و فردا چجوری راه حلی هم دنبالش بگردی بسیار تعیین کننده میشه روایتی که ایشون داره میده تاش ساده است دیگه همین هشتگ های اخراج باید گردد و حالا باز و دامن زدن به یه جور نفرت و ترس و خشم و اینجور چیزهاست و چیزی که داریم میبینیم دیگه بله اینا داره دقیقا راست میگه وقتی این حرکت رو که میزنن تهش میشه همینا دیگه هی میفتن به جون هم دیگه خب ما که گفتیم وقتی میگیم جنگ داخلی شاخدوم که نداره که دیگه عزیز داره اصلا ما میگم ما آدم بی سواد طرف جامعه شناسه ببین به این نتیجه رسیده خب یعنی وقتی سیتیز جویی میشه این وسط یعنی جنگ داخلی میشه دیگه قراره چی بشه وقتی تحت فشار قرارشون میدن سازماندهی نمیشه نظارت نمیشه قشنگ خب اینم میاد اینجاها میگه آخه چقدر یه انسان مگه چقدر میتونه تحمل کنه خب به هر حال فشار بهش میاد یه عمل خلاف دیگه در حالی که اومده برای کار وقتی میبینه پشت سرش خرابه نمیتونه کاری بکنه پدر مادرش اسیرن خودش اینجوری دست پاش گرفته خب معلومه اونم یه کاری میکنه سال اخیر به شدت در جامعه ایران رشد کرده بخشیش حتی ریشای دیگه هم داره منم حواسم بهش هست ولی چون دارم با دوستمون گفتگو میکنم بخشیش نتیجه همین بازنمایی های رسانه‌ایه که همین حراس افغانی هاییه که همین هیولاسازی هایی که داره اتفاق میفته و اینها دوستمون باید حواسش به این قضیه باشه اینها بدترین احساسات عواطف یک ملت رو میاره بالا بله نفرت خشم دقیقا یعنی بدترین تصویری که الان جامعه ایران میتونه از خودش به خودش مخابره بکنه همین فاز نفرت از یا ترس از حضور افغانستانی هست
شما از نفرت و خشم و ترس و اینا احساسات و عواطف منفی تر چی سراغ دارید؟ این از یه ملتی که این عواطف توش برانگیخته شده باشه چجور تصویر میسازید؟ از ما چجور آدمی خواهد ساخت؟ متوجه این چی دارم میگم؟ یعنی جامعه که اینجوری گرفتار این داستانه، همین میشه که به هر حال به جون هم میفته. دقیقا. آخه چند سال هم که داخل ایران زندگی میکنن هیچ مشکلی تا الان نبوده. خب وقتی میان جعفسازی میکنن، همچین حرکاتی انجام میدن، چهار تا خبر اینور اونور میدن، خب همین رسانه ها اینا خب نمیدونن داستان اصلی چیه، بختن میفتن به جون هم دیگه. مهمتر از همه بالا دستی ها هستن که به خاطر فساد اخلاقی که دارن، حالا فساد مالی که دارن، میان پول از اینا میگیرن، اینا رو وارد میکنن. دقیقا اینم هست. داره اصل کاری اینو بگم و تموم بکنم. ببین دو سال پیش جنبش زن زندگی آزادی که در دو سالگیش هم هست، چه ایماجی داشت، چه تصویری داشت، چه روایتی داشت از افغانستانی ها برای کودکان افغانی و غیره بود. تو خیلی از این شعرها، سرودها، شعارها شما بر اولین بار میدیدید که افغانستانی ها هم بخشی از تخیل سیاسی ایرانی ها شدن. نه؟ یعنی انگار ما داشتیم یه ایرانی رو تخیل میکردیم که توش برای کودک افغانی هم جایی هست. دقیقا. یعنی به نظرم یکی از دموکراتیک ترین تخیل هایی که ما از ایران آینده داشتیم دو سال پیش در متن یک جنبش حی حاضر و زنده که داشت مثلا تصور و تخیل ایرانی ها رو می ساخت. حالا با فاصله دو سال رسیدیم به یه تصویر اجتماعی دیگه ساخته شده، یه روایت دیگه، یه قصه دیگه ساخته شده که میگه اخراج باید گردد افغانستانی و حالا هزار یک چیز دیگه. این همون جامعه هست. این ناگهان چجوری، حالا تو بخشای جامعه با هم دیگه متفاوته، ولی شما چجوری از یک تصویری از ایران که در برگیرنده است، شمولگراست، اینکلوسیو به قول معروف و حتی حاضر جمعتر بشینه که مثلا برای کودک افغانی هم جا باشه، امروز تبدیل شده به جامعه‌ای که با تصویرسازی های گزینشی، که با بزرگ نمایی های اغراق شده ای که روایت دوستانی مثل آقای کسایی زاده بهش دامن میزنه، تو تخیلش اینه که اینجا چی کار میکنید؟ هری دیگه تموم شد، همین اشتکایی کرد دیگه، مهمونی تموم شد، تا الان ازتون پذیرایی کردیم و حال دادیم بهتون و خوردید و بردید. دقیقا همینه، داخل این اینستای من همینه، من موقعی که ویدیو که مثلا میذارم دقیقا همین هشتگ ها رو میزن، اخراج افغانی، نمیدونم تا الان خیلی اگه مملکتتون خوبه پس چرا نمیدید مملکت خودتون، هنوز که هنوز این چیزا هستش من... که دامن میزنه اصلا. ولی خیلی قشنگ این داره صحبت. آره خیلی, خیلی اصلا خیلی میگم نمیخوایم تو این ویدیو چون تایمش خیلی بالاه، بخاطر هم اونم هم خوردید و با افغانستانی جماعت در این 40 50 سال خورد و برد. اوکی ببین این دو نوع من اسمشو میذارم سلف ایمیج. سلف ایمیج یعنی تصویری که جامعه از خودش داره. همه ما یه سلف ایمیجی داریم دیگه، یه فهمی، یه تصویری از خودمون که چجور آدمایی هستیم. این دوتا تصویر معلومه که من کدوم تصویر رو ترجیح میدم، چه به عنوان شهروند چه به عنوان جامعه شناس. معلومه که یه تصویری که دغدغه اون کودک افغانستانی رو داره، دغدغه‌ای داره که به چه جور جامعه‌ای تبدیل بشه که برای دیگری هم جا باشه، من معلومه که اون ایران بیشتر دوست دارم تا ایرانی که آقای کسایی زاده و کسانی چون ایشون برای ما تصویر میکنن که ایرانی است که فازش اینه که آقا دیگه جشن به پایان رسید، دیگه تموم شد، دیگه پاشید برید، دیگه همین دامنزه، همون افغانستانی ستیزی که شما ازش رفت. همین هم هست. ببین مثلا کامنت داریم خیلی جالبه، طرف اومده میگه از شما خیلی بدم میاد، بعد یه دفعه براش نشون واسه چی نوشته شما وطن پرست نیستید. میگم عزیزم من وطن پرست هستم، من ایران خودم رو دوست دارم، ولی نه اون ایرانی که تو دوست داری. میگه چرا؟ میگم چون من وطن پرستم ولی نژاد پرست نیستم. بله نژاد پرست نیستم، من دلست. دارم عقلانی دارم فکر میکنم آقا این کاری که دارید میکنید نژاد پرستانه است، پس اسمشو نذارید وطن رو، نمیدونم ایران دوست نداری تو اینجور حرفا، بگه هر کی وطن خودش رو دوست داره، ولی خب این کارو که دارید میکنی اسمش نژاد پرستی. یعنی چی؟ یعنی چون ایران اگر بیایم بگیم ایران واقعا دوست داریم باید شعار بدیم، بدیم هم بگیم همه پس بزنید برید، فقط ایران ایران ما که بشیم مثلا اینجوری و پرسیدی. دقیقا معنیش بسیار بسیار ساده است و کلمه نگران کننده ایه. هر شکلی از
دیگری سازی و این دیگری رو به هیولا تبدیل کردن و تمام خشم و نفرت و مقصر نمایی کردن، مطمئنن به شما جامعه ای خواهد داد که بله هر روز تنشاش بیشتر. شما باید منتظر امواج افغانستانی ستیزی عملی و اجرایی با این فرمونی که داریم میایم باشیم. الان هم دولت پشت قضیه هست، دولت دیگه چیکار میخواد بکنه که تا الان نکرده؟ همین الان هم همین مرزبانی همین پیروز اعلام کرد که در 5 ماه اول 700 هزار تا افغانستانی رو از ایران اخراج کرد. حالا میرم برمیگردم فلان، اونم باز داستانهای خاص خودشه داره. ولی مطمئناً دامن زدن به این تنش‌ها، دامن زدن به این موج ترس و نفرت به درگیری‌ها اضافه خواهد کرد. مطمئناً خشم دو برای من خیلی جالبه. اینی که در میان میگن که ماها ایرانی هستیم، آریایی هستیم، نمیدونم از نژاد فلان هستیم، ما انسان دوست هستیم و یا هزار جور از این حرفایی که در مورد ایرانی ها صحبت میکنن، بعد میگن اینا افغانی هستن باید برن از ایران. خب اینجا نژاد پرستی رو به وجود میارن، ولی اینم در نظر نمیگیرن که بالادستیای ما یعنی اونایی که دارن به ما حکومت میکنن خودشون عربن. یعنی اونا یعنی اینقدر که ما عرب داریم توی ایران که به ما حکومت میکنه که اصالتاً عرب باشن، ایرانی اصل و نسبدار نیستن. ایرانی جماعت یه چیزی بهت بگم قشنگ، ببین اصلا اصلش اینه، پول موقعی که پول بدی میشی ارباب، موقعی که بخوای پول خودت بدی میشن سربار. خب چون دارن الان بحثشون اینه که دارن به افغانستانیا دارن حال میدن، خب نمیدونم از پول و سرمایهشون و اینا دارن زده میشه دارن میدن به اینا، میگن حالا دیگه بسه. بله به خاطر ما طاقت نمیاریم. اگر قرار اینجا نجات پرستی باشه پچه رو صداتون مال اون یکی رو نمیاریم. بحثش همینه دقیقا، طرف رو از هم دیگه دامن خواهد زد. باید منتظر باشیم، حتما باید منتظر باشیم که هر روز داستان‌های بیشتری از جانب دو طرف بشنویم که ریختن مثلا شنو یه محله افغانستانی رو آتیش زدن یا با خاک یکسان کردن، یا از اون طرف حرکات به اصطلاح تلافی جویانه‌ای که بله ممکن است جانب افغانستانی هم اتفاق بیفته در نتیجه همین سیاست بازنمایی که سیاست گذاری‌ها در سطح کلام و در سطح خردی که ما شاهدش هستیم. حالا اجلتاً تا همینجا رو نگه داریم تا بعد ببینیم. خیلی ممنونم. حالا میگم اینم یه صحبتیه که حالا بچه چون واقعا تایمش زیاده، الان افغان نزدیک 40-50 دقیقه سلام فقط یه پارت من. شما گذاشتیم، باز براتون پارت بعدی شد تا چند ساعت دیگه اونم آپلود میکنیم، اونم حتما تماشا بکنید، چون میگم صحبتهای خیلی جدیتری و داخل ویدیو میکنن جلوتر که اصلا بحثش بره، ولی موضوع اصلی همین نژاد پرستیه دیگه که داره ایجاد میشه. اینجا الان صحبت کردن در مدن گفتن وقتی که میریزن توی محله اتباع اذیتشون میکنن، انتظار داشته باشین که اونام بخوان تلافی بکنن. خب این مطمئنن گوشه گوشه ایران به وجود میاد، فقط یه قسمت بر نمیخوره. بعد خب این خودش یواش یواش گسترشش زیاد میشه، خب میشه جنگ داخلی. جنگ داخلی مردم میشه. بهتره بیشتر عقلانه برین جلو. دقیقا. یعنی اگر بیان یه ذره نرمتر رفتار بشن یا دولت بیشتر نظارت بکنه، شاید اصلا این برنامه ها پیش نیاد. دقیقا. این مشکلات پیش نیاد. من بازم موندم که نه حالا میگم، حالا بذار پارت دومش هم بزن ببینیم نتیجه آخرش هم چی میشه. دمتون گرم. آره چون میگیم بچه چون تایم ویدیو زیاده بخوایم اذیت نشید، حتما پارت دومش هم میذاریم. دمتون گرم مثل همیشه، خیلی عشقید. تا ویدیو بعدی فعلا.